بینندگان عزیز با درود فراوان و آرزوی سعادت و سلامتی برای شما از اینکه بار دیگر به برنامه آینه به های توجه فر بوده اید بسیار سپاسگزاری می کنم و امیدوارم که همواره شادمان و موفق باشید. میهمان امروز ما میهمان بسیار عزیز آقای دکتر رضا مریدی هستند و من بسیار سپاسگزاری می کنم که دعوت ما را قبول کردند و به برنامه امروز ما ملحق شدند. آقای دکتر مریدی بسیار خوش آمدید. خیلی متشکرم آقای دکتر افنان من از جناب و همینطور از تلویزیون آین باهایی اظهار تشکر می کنم که از بنده دعوت به عمل آوردید که در این برنامه در خدمت شما و همینطور هم عزیز باهایی باشم میخوام خوام علایزم را با الله ابها شروع بکنم و آرزوی سلامتی و شادکامی برای همه عزیزان به خصوص عزیزان باهایی داشته باشم خیلی سپاسگزارم خیلی محبت دارید بنده میدانم که بسیاری از دوستان بهایی و همینطور دوستان غیر بهایی ما در ایران این برنامه ها رو می و ما خیلی خوشحال هستیم که شما به برنامه امروز ملحق شدید بینندگان عزیز ارزی میخوام که اول آقای دکتر موریدی رو برای شما بنده قدیم معرفی بکنم ایشان نماینده پارلمان ایالت انتاریو در کانادا هستند و در این حال معاون وزارت تحقیقات علمی هستند ایشان سابقه وسیعی در, در واقع تحقیقات علمی دارند ایشان لیسانس و فوق لیسانسشون رو در تهران از دانش در رشته فیزیک گرفتن و سپس به لندن تشریف بردن و در اونجا هم فوق لیسانس و دکترا در رشته فیزیک گرفتن ایشون نداره جوایز علمی متعدد هستند و عضو چندین استیتیو مختلف علمی بودند ایشون عضو ارشد استیتیو فیزیک بودند عضو ارشد انجمن بهداشت اتمی امریکا ایشون جایزه علوم ای کانادا رو دریافت کردند معاون مؤسسه حفاظت در برابر اشعه اتمی در کانادا بودند و امیدوار هستم که بعضی از اینها رو بنده غلط نگفته باشم ولی این رو از به طور کلی میخوام عرض کنم که ایشون سابقه بسیار درخشانی در تحقیقات علمی دارن و حقیقتا برای همه ما ایرانیان باعث افتخار هست که یک چنین فرد شایسته ای از ایران برخواسته و الان خب البته در غرب در کانادا ساکن هست و نماینده جامعه ایرانی هست علاوه بر این مطالب آی دکتر مریدی در ترویج فرهنگ ایرانی دست توانایی داشتن و کوشا هستند. ایشون تا جایی که بنده میدانم یک ای رو در, در پارلمان معرفی کردن در معرفی نوروز درست درست از کنم؟ بله کاملا صحیح اینجور که شنیدم مثل که همه این هم نماینده ها هم با این لایحه که شما معرفی کردید فرمودید که همه موافقت کردن و در این حال آقای دکتر مریدی اولا که فرمودن که در تمام قاره امریکا اولین ایرانی هستند که در واقع به یک منصب سیاسی از طریق انتخاباتی رسیدن و موفق شدن و البته بعد از اون عزیزان دیگری ایرانی هم در این میدان قدم گذاشتن و ایشون این راه رو باز کردن ایشان مدت 20 سال هست که ساکن کانادا هستند و از جمله در مسائل حقوق بشر ایشون فعال بوده و هستند و در پارلمان اونتاریو درباره مسئله حقوق بشر دگراندیش ها و از جمله بهائیان صحبت کردند و دفاع کردند صحبت امروز ما با ایشان درباره مسئله حقوق بشر هست در ارتباط با جامعه بهایی و همینطور البته دگراندیشان زیرا که مسئله حقوق بشر منحصر به بهائیان نیست یا نقض حقوق بشر باید عرض بکنم و البته بیشتر توجه ما به جامعه به ایران و وضع بهائیان و دگراندیشان در ایران هست ای دکتر مویدی میخواستم خواهش بکنم که توضیح بفرمایید که چطور شد شما از ایران خارج شدید و بعد اون وقت میخواستم از شما سوال بکنم که چطور شد که با این سابقه علمی و تحقیقات و فعالیت های علمی که میکردید تصمیم گرفتید که وارد فعالیت های سیاسی بشید ارز کنم که به دکتر افنا من با خانوادم در سال 1987 از ایران خارج شدم و رفتیم به کشور جزیره فیجی دانشگاه فیجی از من دعوت کردم به عنوان استاد اونجا تدریس بکنم در دانشگاهشون اینه که ما مدت دو سال نیم در فیجی اقامت داشتیم با خانواده و بعد از اون در سال 1990 از فیجی به کانادا مهاجرت کردیم و در شهر تورنتو ساکن شدیم بلی. در این متخب من بیشتر فعالیت های علمی و تحقیقاتی و اینا داشتم در کانادا جامع ایرانی در کانادا به خصوص در بزرگ شهر تورنتو در حال رشد بود و همیشه صحبت از این بود که خب ما ایرانیان به هر حال در کانادا ساکن شدیم اینجا مملکت انتخابی ما شده گاهن من صحبت میکردم میگفتم که بچه ها و نوه های ما در این مملکت به دنیا میان و مسنامون در این مملکت از دنیا میرن وقتی میرین مثلا قبل سنا چقدر ایرانی ها فوت کردن و جوون ها بچه هم خب دارن بزرگ میشن اینجا و لازمه که ما ایرونی در سیاست و در تصمیم گذاری کانادا بسیار نقشی داشته باشیم سهمی داشته باشیم و خوشبختانه حکومت کانادا حکومت دموکراتیکی هست که اجازه میده به همه هر کسی که به اصطلاح قدم جلو بگذاره این امکانات براش هست که بتونه در مراحل تصمیم گیری قانون گذاری بتونه شراکتی داشته باشه بعد سالیان سال خب ما چند نفری از ایرانیان رو تشویق کردیم که داخل فعالیت های اجتماعی سیاسی بشن و خب یکی دو نفرم قبل از من فعالیت سیاسی کردن متاسفانه موفق نشدن تا اینکه در سال 2006 که نزدیک انتخابات پارلمانی بود من دیدم از ایرانیان کسی قدم به جلو نگذاشته و از طرف دیگر خود من هم در حزب لیبرال اونتاریو فعال بودم در حزب لیبرال کانادا فعال بودم اونا هم علاقمن بودن که یک ایرانی داخل فعالیت های سیاسی بشه روی نست دیگه تصمیم گرفتم که خودم به کار علمی و تحقیقاتی رو رها بکنم و بیام تو این مسیر و وقتی که اعلان کردم که میخوام به اصطلاح به کاندیداتوری بشم هم جامعه ایرانی خیلی استقبال کرد و هم مسئولین حزب لیبرال اونتاریو خیلی استقبال کردن روی نست دیگه داخل برنامه های تبلیغاتی و به اصطلاح انتخاباتی شدیم و خوشبختانه در انتخابات سال 2007 در ماه اکتبر از حوزه ریچموند هیل که یک منطقه است در تورنتو من تونستم به, انتخاب به عنوان نماینده اون منطقه انتخاب بشم برای پارلمان بیشک آگاه هستید که در بعضی جوامع فعالیت سیاسی و مسئله سیاست شاید چندان به عنوان یک مسئله مثبتی مطرح نمیشه وقتی دیگه میگن طرف سیاسی گاهی در بعضی فرهنگ ها و شاید در فرهنگ پاسی به یک مسئله مثبت ازش یاد نمیشه و سیاست به مفهوم کلی که عبارت از به کار بردن اندیشه و تدبیر در امور هست خبونی مسئله ولی به طور کلی وقتی میگن طرف آدم سیاسیه یه قدری حالت شک در افراد به وجود میاد شما با این سابقه علمی که وارد میدان سیاست شدید نظرتون چه بوده و چطور شد